بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خدای را که فرصت و توانایی نصیب نمود که باز هم در خدمت شما قرار بگیرم با یکی از درس های مضمون هنگ کانکریت. درس امروز را که ما شما میخوانیم در ارتباط به بررسی رفتار و عمل کرده عناصر ساختمانی در زمان بهره برداری است که چگونه عکس العمل یا واکنش از خود نشان خواهند داد. که از جمله عناصر ساختمانی که مورد مطالعه قرار میگیره امروز گادر یا بیم است که جهت مطالعه از این نسبت به رفتار را که در مقابل قوای خارجی داشته باشه، اولین رفتار را که ما بررسی مورد بررسی قرار دهیم عبارت از چی؟ خمش است. ببینه که از اثر مومنت وارده خمش که در مقاطع ایجاد میشه چگونه خواهد بود. به این منظور ما یک گادر را که اینجا میبینیم تحت دو قوه متمرکزی CO2 قرار گرفته که این قوه ها در حقیقت قوه خارجی است. این قوه خارجی در مقطع باعث دو نوع قوه، یک قوه برشی و دوم قوه خمشی میگردن. ما قوه خمشی ایجاد شده را دریافت میکنیم، بعد از او تشخیص میکنیم که این قوه خمشی دریافت شده چی نوع تاثیر در داخل مقطع به جای میگذارن. به خاطر دریافت قوه خمشی لازم میدانیم که یک قطع از مقطع داشته باشیم. و زمانی که ما یک قطع از مقطع میگیریم، این قانون مواد استرکچر شما خواندین و میدانیم که زمانی قطع از مقطع میگیریم عکس العملی که ایجاد شده در صورتی که دو پا قوی متمرکزی پی پی از اتکا به فاصله ای قرار داشته باشن، طبعا عکس العملشان به اندازه پی خواهد بود و قوی وارده پی در مقطع مومنتی که ایجاد میشه در مقطع دو قوی داخلی ایجاد میشه که عبارت است از برش که ما این میتونیم بنامه چی بگیم وی و مومنتی که در مقطع وارد میشه. برش وارده در مقطع یا به عبارت دیگر در صورتی که قوه های متمرکز پی از فاصله ای مساوی قرار داشته، برش وارده در مقطع مساوی به چی است؟ صفر. این میشه شما خودتان محاسبه کن. مومنت وارده در مقطع عبارت است از پی ضرب ای. این را همه فهمیم که کدام فاصله است. وقتی که این دو بخاطر از این چون خمش و خمش خالص مورد مطالعه است، من براتان بخاطر سادگی آوردم که شما خودتر تشخیص بکنید که در صورتی که مقطع تحت خمش خالص قرار بگیره چگونه از خود واکنشی را خواهد داشت. به خاطر این منظور من گادر دیگه را اینجا براتان نشان دادم که در اینجا خوبتر واضح و معلوم میشه که از اثر قوه لود وارده پی پی در نقطه CO2 مومنت داخلی به اندازه M ایجاد میشه. مومنت ایجاد شده به اندازه M در مقطع دو گونه واکنش ایجاد میشه، یعنی تشنج در داخلی مقطع، یک به شکل کششی ظاهر میشه، دو به شکل چی ظاهر میشه؟ به شکل فشاری. قسمت پایین مقطع در کشش قرار میگیره، پس قسمت بالای مقطع در فشار قرار میگیره. پس این کشش و فشار به چی گونه و تا چی حد مورد نظر است تا گادر مورد استفاده از خود بهره برداری لازم را و یا توقع بهره برداری لازمه داشته باشه. به خاطر این منظور ما مقطع گادر را که نشان داده شده در پایین رسم میکنیم. میفهمیم که زمانی که گادر رسم شده طبعا دارای یک عمق H هست، دارای عمق H و عرض B و چیزی که برای ما شما قابل اهمیت از اینجا میفهمیم که یک فاصله دیگر لازم است. او فاصله عبارت از فاصله است که از مرکز هندسی فولاد الا قسمت بالایی مقطعی که در فشار قرار گرفته که این را به نام چی میگیم؟ D یا عمق مؤثر. اینال زمانی که مقطع در مقابل مومنت قرار گرفت، ما پیشتر گفتیم که وقتی در مقابل مومنت قرار بیره
قسمت بالای مقطع در فشار واقع میشه که ایره به کامپرشن و قسمت پایین مقطع در چی قرار میره در کشش که به تنشن نشان میشه. از اثر فشار وارد شده و اثر کشش وارد شده در مقطع طبعا کرنش در مقطع ایجاد میشه که ما اگر بخوایم که دیاگرام کرنش در مقطع رسم بکنیم در اون صورت از قسمت بالای مقطع تا قسمت پایین مقطع مد نظر باشه. در این صورت ما در صورتی که در قسمت مقطع فشار باشه طبعا نیجا کرنش چی ایجاد میشه؟ فشاری. و این قسمت پایین مقطع کرنش چی ایجاد میشه؟ کشش. که دو نقطه رو با هم وصل کنیم در حقیقت دیاگرام کرنش مقطع در فشار و کشش است که در قسمت کرنش ایجاد شده در جدار بالای کانکریت با نام کامپرشن و کرنش ایجاد شده در قسمت پایین با نام کرنش کششی مورد مطالعه قرار میگیره. و چیز دیگه که لازم است ما شما میدونیم که در این مقطع چی است؟ استیل یا فولاد استفاده شده. طبعا در فولاد استفاده شده در اینجا دارای یک کرنش است که کرنش از ایره بنامی چی میگم؟ کرنش استیل. چیز دیگه که قابل بحث است ما میفهمیم که اینجا یک نقطه هست که در اینجا اگر این محور محور وای باشه این طرف صفر صفر است، این طرف مثبت، این طرف منفی که کرنش نشاننده کرنش فشاری و کرنش کششی است. اما در این نقطه مورد نظر در این نقطه نه کرنش فشاری است نه کرنش کششی. به همین ترتیب در این خطره که در اینجا میبینیم از این قسمت شروع میشه در این قسمت نه تنش فشاری است نه تنش کششی. کمی محور به نام محور خونسا یا نیترال اکسس میگن به نام محور خونسا که در اینجا هم کرنش صفر است هم تنش صفر است. بنان به خاطر از اینکه ما بعداً مدل ریاضی که از این رسم میکنیم فاصله از محور خونسا الا بالاترین قسمت ناحیه فشاری را به اندکس به نام چی نشان میتن؟ به نام سی که در اینجا سی از این بعد که ما یاد میکنیم عبارت از فاصله از محور خونسا الا بالاترین قسمت ناحیه فشاری در مقطع. دی چی است؟ عبارت از مرکز فاصله از مرکز هندسی فولاد استفاده شده در مقطع الا بالاترین قسمت فشاری در مقطع آهن کنکریتی یا گادر. بینن این کرنش و یا تنش ایجاد شده از اثر مومنت که در مقطع ببینیم از اثر مومنت ثابت است. در صورتی که مومنت ثابت نباشه مومنت متغیر باشه یا به این معنی که مومنت آهسته آهسته زیاد شوه طبعا مقدار کرنش و تنش در مقطع نیز متفاوت می باشه. و چیز دیگه که اثر مومنت در اینجا اثر مومنت خمشی ایجاد میشه عبارت از زاویه خمشی که در مقطع ایجاد میشه. زاویه خمشی که در مقطع ایجاد میشه این زاویه خمشی را به نام تیتا یا کرویچر انگل نیز یاد میکنن که این زاویه خمشی برای ما نحوی یا استرین خمشی را برای ما بیان میکنن. ما شما همیشه در مواد انجینری هم یادم از خوان داریم که یک تغییر طول خطی داریم یک تغییر طول زاویوی. اینه ای سی و ای تی را که در اینجا گفتیم عبارت از تغییر طول یا کرنش خطی و فی در اینجا در حقیقت کرنش زاویوی یا کرنش از اثر خمش است. حال به خاطر از اینکه ما عمل کرد یا رفتار مقطع گادر در مقابل خمش نانسته باشیم ما یک تست انجام میدیم. تست به گونه ای است که قوه پی که در نقطه سی و دی عمل کرده از صفر شروع میکنیم این قوه را به معنی که بار اول قوه صفر میگذاریم با زمین قوه را آهسته آهسته زیاد میکنیم یک بعد آهسته آهسته زیاد میکنیم دو سه و بالاخره تا به نهایت تا زمانی که بالاخره این گادر به شکست مواجه میشه. به این معنی که گادر که ما در شما در اینجا نشان دادیم در مقابل یک مقدار قوه از خود مقاومت نشان میده. هرگاه از ظرفیت باربری از قوه زیاد شد آهسته آهسته چی میکنه؟ شکست میکنه. اما این شکست ناگهانی نیست. آهسته آهسته طبعا در طول مقطع یا گادر تغییرات آهسته آهسته به وجود میاد که در نهایت سبب شکستش میشه. همین تغییرات چی گونه هست ما این تحت گرافی از اثر مومنت و کرنش زاویوی براتون ارائه میکنم. خب گراف را که اثر رابطه بین کرنش خطی و مومنت وارده را نشان میده این محور محوری است که کرنش
زاویه بیرون شما میتوه این محور محوری مومنت ایجاد شده در مقطع هست یا خاموش ایجاد شده در مقطع. هرگاه در مقطع مومنت صفر باشه، به این معنی که قوه وارده در مقطع چی باشه؟ صفر. طبعا مومنت صفر است، تغییر زاویوی در این قسمت هم نیست، صفر میشه. آیستا آیستا ما این تست قسمی انجام میدیم که آیستا آیستا لودینگ یا آیستا آیستا بارگذاری را زیاد کردیم. وقتی که آیستا آیستا بارگذاری را زیاد کرده بریم، طبعا در مقطع مومنت هم چی میشه؟ زیاد میشه. و چیز دیگه که برای شما قابل درک باشه و قابل بیان هستی است که در مقطع اثر مومنت یک قوی کامپرشن فشاری ایجاد میشه و دو مومنت کششی و مومنت فشاری. ببینید که یک قسمت مقطع در فشار، قسمت دیگه مقطع در کشش است. آهسته آهسته که زیاد میشه، آهسته آهسته زمانی که مومنت زیاد میشه در یک قد تغییر طول یا کرنش هم چی میشه؟ زیاد میشه تا یک مقدار در یک قسمت را. اما رفتار در مقطع در قسمت فشاری هنوز هم مگر همه مومنت کانکریت تحمل برداشت داره، در یک قسمت که از صفر شروع میشه تا یک قسمت از مقطع را، به دلیل از اینکه کانکریت در کشش ضعیف است، این توانایی برداشتش از دست میده. به این معنی که در این نقطه میرسیم که در حقیقت مقطع ما تنش به کانکریت در مقطع به تنش چی میشه؟ تنش ایجاد شده در مقطع به تنش تسلیم میرسه که امور برنامه چی یاد میکنیم ما؟ مومنت کراک. به این معنی که این در حقیقت نقطه ای است که اولین درزها در مقطع دیگه ایجاد شده، دانه ها از هم دور شده و دیگه ظرفیت باربری کانکریت در کشش، متوجه باشین در فشار نه، در کشش ختم شده. که همین نقطه را که کدام نقطه است؟ همون لحظه را که درز یا مقطع در حالت درز میشه، همون نقطه را مومنت، همون مومنتی که باعث اولین درز در مقطع میشه به نام مقطع چه؟ مومنت کرک یا مومنت لحظه درز یاد میکنم. آیسته آیسته یک مقدار مقطع نیز مقاومت میکنه، دیگه در درزش ثابت هست، کردنش میمونه که آیسته آیسته درز میکنه. باز آیسته آیسته ای عمق درزها چی میشه؟ زیاد شده میره. عمق درزها که زیاد شده رفت، در حقیقت مومنت وارده در ناحیه کششی، خب متوجه باشین مومنت وارده در ناحیه کششی در حقیقت از مومنت کششی یا از نقطه تسلیم کانکریت بالاتر میشه و آیسته آیسته رفتارش هم باز هم خطی است، اما ظرفیت باربری از این به شکل خطی مقطع مساله دیگر کانکریت مقاومت فشاری را، مقاومت کشی را به خود جذب نمیکنه، دیگر این مسئولیت را چی میگیره؟ فولاد میگیره و فولاد هم آیسته آیسته ایره این قسمت فولاد هم آیسته آیسته تغییر طول میکنه و تغییر طولش تا یک حدی میرسه که به نقطه چیش میرسه؟ به نقطه یلد یا تنش یلد. به این معنی که در این آیسته آیسته زمانی که مومنت یا قوه به حد شد، در اینجا آیسته آیسته فولاد هم چی میشه؟ تسلیم میشه که این نقطه رو به نام مومنت یلد میشه. زمانی که فولاد تسلیم شد، این در حقیقت خاصیت ارتجاعیت مقطع از بین میره، خاصیت غیر ارتجاعیت یا خاصیت پلاستیکی ده، یعنی فولاد در راهی پلاستیک قرار میگیره. زمانی که در راهی پلاستیک قرار گرفت، بازم از خود یک مقدار مقطع مقاومت زیاد میکنه، در مقابل افزایش مومنت یک مقدار بازم کرنش زیاد میشه آهسته 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 و بالاخره در یک نقطه پیک میرسه و در نهایت چی میکنه؟ شکست میکنه. که این نقطه را که ما میگیم نقطه شکست کانکریت به نام مقاومت نهایی یا مقاومتی است که در این لحظه دیگر مقطع کانکریتی کلاپس یا خرد میشه و در نهایت باعث تخریب مقطع آهن کانکریتی میشه. که این مقاومت نهایی را که ثبت میکنیم ما به نام مقاومت مومنت نومینال یا مومنت چی میگن؟ اسمی MN مومنت نومینال در مقطع. باز هم جهت وضاحت و درک شما، یک بار دیگر رفتار مقطع آهن کانکریتی را در مقابل مومنت تشریح میکنم. زمانی که مومنت گفتیم از صفر شروع شود، در مرحله اول طریقت رفتارش بگونه هست که به شکل خطی است. تمام مقطع کانکریت بر علاوه که قوه فشاری را تحمل میکنه، قوه کشی را نیز متحمل میشه.
اما لحظه می رسد که مقطع دیگه توان تحمل قوه کششی را کانکریت نمی داشته باشد و آهسته آهسته در مقطع چی ایجاد می شه؟ درز ایجاد می شه. و این درز آهسته ایجاد شده آهسته آهسته بیشتر نفوذ می کنه که در نهایت دیگه موقعیت محور خنثی هم نیست تغییر می کنه و تمام قوه های کششی در مقطع را چی به خود جذب می کنه؟ استیل در مقطع جذب می کنه که باز هم رفتار مواد به شکل خطی هست، اما کرنش یا بالاخره تغییر طول فولاد در مقطع به حد تسلیب نرسیده. در نهایت که بالاخره آیست آیست مقاومت مقدار قوه وارده بزرگتر از 50.5 یعنی که نیم چند کانکریت میشه، در اون صورت دیگه آیست آیست در مرحله میرسه که مقطع در قسمت کششی و به خصوص استیل در حقیقت استیل در این قسمت چه میکنه؟ به حد تسلیم یا حد یلد میرسه. زمانی که به حد تسلیم یا حد یلد یا حد تسلیم رسید، آیست آیست رفتار مواد از حالت ارتجاعیت یا لینیر به حالت نان لینیر یا به حالت پلاستیکی تغییر میکنه، که آیست آیست در مقطع رفتار مواد به شکل غیر خطی و بالاخره به مقاومت نهاییش میرسه که این مقاومت نهایی را به مومنت نومینال یاد میکنند، که ما میتونیم بگیم که در مقطع سه حالت به وجود میاد: حالت اول، حالت دوم، حالت سوم یا نهایی، یا بگیم که حالت نهایی یا سوم، که هر سه از این نیاز به درسیم دیاگرام و یا نیاز به تحلیل و یا به ثبت مدل ریاضیکی داره که درس های بعدی انشالله میخوانیم. چیزی که باز هم قابل بحث هستی است که در حالت اول باید داشته باشین مقطع کانکریت در ناحیه کششی قوه کششی را تحمل میکنه، بیانه که توانایی تحمل قوه کششی را داره به خاطر از اینکه مومنت خیلی کم و ناچیز است. در حالت مرز بین اول دوم حالت یا سرحدی است که دیگه کانکریت به حد تسلیم میرسه، کانکریت در ناحیه کششی تسلیم میشه و مسئولیت باربری قوه کششی یا مومنت کششی را به استیل واگذار میکنه. در حالت دوم در نهایت آیست آیست قوه که زیاد میشه، رفتار مقطع در حالت خطی هست، ببینید که در حالت بهره برداری هست، ببینید در حالت بارگذاری بهره برداری قرار داره و در نهایت آیست آیست مومنت زیاد شد و از اثر ازدیاد مومنت در حقیقت در تغییر شکل چی میشه در مقطع زیاد میشه. تغییر شکل در مقطع که زیاد شد در قسمت کششی، در نهایت ای تی ما اگر بازم برتان به صورت ساده تر بگیم مساوی میشه و یا به ای یلد، به معنی که ای به تنش تسلیمش میرسه. زمانی که به تنش تسلیم رسید، اون مقدار مومنتی که ای را به تنش تسلیم رسانده به نام مومنت چی میگن؟ یلد. و آیست آیست زمانی که مومنت دیگه هم زیادتر شد، ای تی ما در حقیقت کرنش در مقطع از کرنش تسلیم فولاد هم بیشتر میشه. وقتی که از کشنش تسلیم فولاد زیاد شد، در حقیقت خاصیت چی را به خود میگیره؟ خاصیت پلاستیکی. زمانی که خاصیت پلاستیکی را به خود گرفت، طبعا رفتار در مقطع غیر الاستیک یا غیر ارتجاعی میشه، که آیست آیست یک مقدار مقاومت میکنه و در نهایت به مقاومت نهایی یا آلتیمیت استرنتش مقطع میرسه، که ایره به نام چی میگن؟ آلتیمیت استرنت، که ایره یا به نام مقاومت اسمی مت استرنت، که بعد از این آیست آیست دوباره ظرفیت چزدست میتونه در نهایت ای پایس تخریب یا چپشدن کانکریت میشه. در قسمت سوم یا در قسمت سوم اینه که ما مورد مطالعه قرار دادیم، ای چی کار میشه؟ در اینجا یک رفتار مقطع غیر خطی هست، ببینیم در حالت الاستیک هست و تخریب کانکریت به علاوه که در ساحه کششی صورت میده، در ساحه فشاری هم دانه ها کاملا از هم میپاشن و باعث شکست مقطع کانکریتی میشن.